من فکر می کنم مهمتر از اینکه سلام علیک کنم و دلتنگی خودم و به شما عزیز جانهایم ابراز کنم اینکه تمام اکرام جلال و اعتبار رو به خداوند بدیم آمین نثار خدایی بکنیم که هیچ وقت از ما قطع امید نمیکنه در هر وضعیتی که هستیم چراغ امید رو در دلمون روشن نگه میداره از ما امید نمیشه ما رو ترک نمیکنه پشیمون از ما نمیشه برای همین ما اینجا هستیم برای همین من اینجا هستم آمین که شما هم با انتظاری مقدس اینجا باشین آمین که شما هم با انتظاری اومده باشین اینجا که شناخت تازه ای از این خدای قدوس از این خدای عالی به واسطه روح القدس برسیم آمین با اینکه فاطمه جان دعا کرد ولی باز هم تو قلبم که دعا داشته باشیم عزیزان چند لحظه سر پا میستیم ای خداوند خوب میدونیم خداوند که وقتی میخوایم به شخصیت مقدس و پر تو نزدیک بشیم چقدر غیر ممکنه چقدر به وارد هیته ناشناخته میشیم و چقدر فوق از درک و فهم بشری ماست و همین تمنا میکنم که امروز دو چندان بیشتر فیض ببخشی ای خداوند برای خودم دعا میکنم که لبهای منو تقدیس کنی زبان منو تقدیس کنی خداوند جایی که کلماتی بیرون اومده که قانون محبت تو رو شکستم در قدوسیت خدمت نکردم خداوند تقدیس کن تقدیس کن ای خداوند میدونم که تنها مجوزی که اینجا ایستادم و دارم خدمت میکنم فقط کفاره خون است و نه دیگه هیچی به لیاقت این خون اینجا هستم و سخن میگم خداوند چون تو این پیام رو در قلبم گذاشتی و همطور روح قدوس الهی دعا می کنم این روح راستی روشنایی ببخشی به تک تک خداوند عزیزانی که میشنوند از طریق یوتیوب و طریق خداوند اینجا نشستن روشنایی ببخشی پرده از اسرار خودت برداری خداوند تا چیزهایی که میخوایم بشنویم که خداوند فوق از ادراک انسانی ماست خداوند به واسطه تو که پرده از اسرارت برمیداری بتونیم درک کنیم و وارد یک خداوند بود دیگه یه شناخت تو بشیم چون در نام عیسی مسیح دعا کردیم و کلیسای عزیزش میگه آمین آمین عزیزانم در زندگی ما تاریخی وجود داره که ما با گناهان خودمون روبرو میشیم نیست؟ اون لحظه نزد خدا فریاد میزنیم و متوجه میشیم که خدا مدت هاست این پدر منتظر ما بوده عاشق ما بوده با اشتیاق منتظر ما بوده نیست؟ و این لحظه که به محبت او پاسخ میدیم و رابطه من و تویی با خدا شروع میشه متاسفانه بسیاری از ایمانداران به همین بسنده میکنن که وارد خونه پدر شدن در امنیت هستن اوکی ولی برخی از ایماندارها هم اینا هم عزیزان متاسفانه بعد از مدتی به دانش ذهنی رو میارن و براشون اکتفا میکنه کافیه که دانسته هایی از خدا داشته باشن از محبت خدا، قدوسیت خدا، عدالت خدا، قدرت خدا و یه درک ذهنی براشون کافیه و اینو جایگزینه یه شناخت تجربی میکنن و کم کم دیگه نیازی در خودشون حس نمیکنن که ملاقات با خدا داشته باشن و یه تجربه شخصی داشته باشن و این شکاف عزیزان که بین دانسته ها و تجربه های شخصی یک انسان یک ایماندار که بزرگترین دلیل نارضایتی دلسردی علاقگی نسبت به خدا و خدمت او میشه یکی از بزرگترین دلایل ولرم بودن کلیساست و که این یکی از خطرناکترین موردیه که ما رو از رشد و بالندگی نسبت به عیسی مسیح خداوند و جلو رفته استوب میکنه نگه میداره ولی در این میان افرادی هم هستن افرادی هم هستن که هر چند وقت یک با خودشون رو وسط یک بیابان وسط یک برهوت خشک روحانی میبینن و جان اونا تشنه در جستجوی خدا در پی خدا در طلبیدن خدا مثل یک آهوی تشنه دنبال خدا هستن و وقتی که خدا رو میچشن وقتی که با خدا ملاقات میشن تشنه م... تشنتر میشن مشتاختر میشن و از گنجی برخوردار میشن که اسمش زائقه مقدسه یک زائقه سیری ناپذیر برای خدا بد. در عالم مادی هم بخوایم مثال بزنیم این تجربه شخصی خودم سالها پیش, پیش، سه چهار سال پیش که پاستور آلبرتو و چند نفر رو دعوت کردم برای شام خونه چون خودم خیلی ماهی دوست دارم ماهی درست کردم ماهی خیلی عالی و مهمان ها اومدن و بوی مطفوع اون رو از نظر ما بوییدن و کلی لذت بردم ولی پاسور تا اومد گفت ماهی درست کردی؟ اصلا من تو عمرم ماهی نخوردم اصلا من ماهی دوست ندارم گفتم برد آلبردین از این ماهی ها نیست از اون ماهی هاست. و وقتی که او چشید زائقه او با این ماهی آشنا شد از اون روز عاشق ماهیه یه موقع من ماهی یادم میره درست کنم و خودش میگه خیلی وقته ها دو سه هفته از ماهی نخوردیم نصریم بریم ماهی بخریم و دو سه وعده فقط ماهی بخوریم بچشیم داود میگه و ببینیم خدا نیکوس آمین تا موقعی که نچشیدیم زائقه ما با او آشنا نشده تشنه خدا هم نیستیم و سوال اینجا عزیزان که آیا ما میتونیم مثل مردان و زنان خدا مثل پولس مثل ایوب مثل اشعیا یه تصویر رفیتر یه آگاهی عمیقتر یه دیدگاهی وسیعتر از خدا داشته باشیم آیا میتونیم باشه که همه ما عزیزان در ملاقاتی صمیمانه به شناخت این خدا که برای این اصلا ما رو دعوت کرده برای این ما رو نجات داده داشته باشیم چون کلیسای زنده عزیزان روی ملاقات شخصی من و تو بنا شده نه صرفا آموزه های الهی نه صرفا کتاب خونی نه صرفا فقط اطلاعات به خصوص امروز امیدم برای خودم و تک تک ما اینه که زائقه روحانی ما با این پیام تحریک بشه برای چی؟ برای ملاقاتی تازه با خدا متن بی از کتاب اشعیا براتون قرائت میکنم باب شیش از آیه یک تا چهار ولی تک تک این آیه ها رو جدا جدا براتون میخونم در سالی که اوزیای پاتشا در گذشت آیه یک خداون را دیدم از اوزیای پاتشا یکی از برترین پادشاهان در اورشلیم بود 52 و دو سال خدمت پرسمر اصلاحات بسیار عظیمی در اورشلیم انجام داد بین قوم خدا بگذاریم که در اون زمانهای آخر به خاطر نااطاعتی از اون معنویت دور شد و در خاری و ذلت مرد اینو میخوایم بذاریم کنار ولی بعد از مرگ او قوم یهود از اون تازگی روحانی دور شدند تازگی روحانی تراوت خودشون رو از دست دادن و در این بین که پادشاه مرد درگذشت خداوند مردی مقدس مردی پرهیزکار رو به نام اشعیا که بزرگترین نبی بود سرور انبیا بود در بین قوم خدا بلند کرد در سالی که عضیای پادشاه مرد اشعیا خداوند را دید وقتی جهان خلق شد خدا زنده بود عزیزان وقتی شاهان و ابرقدرتان بلند شدن و افتادن خدا زنده بود وقتی کشتی قرق نشدنی تایتانیک غرق شد خدا زنده بود، وقتی نافهای جنگی در قر دریاها ناپدید می شدن و فرو می رفتن خداوند زنده بود، در هیچ کجای دنیا رهبرانی که الان زندن دیگه زنده نخواهم بود، تا چشم به هم بذاری میلیاردها انسان پا به عرصه جهان هستی میذارن و میلیاردها انسان دیگه مانند عضیا خواهند مرد چی میخوام بگم عزیزان چون توجه و تعمق در اون عظمت ابدی بودن خدا تعمق در اون میرا بودن خودمون و نامیرایی خدا توجه به این آسیب ما انسان که مثل گل گیاه امروز هستیم و نیستیم ولی خدایی که ابدی چقدر میتونه ریشه تکبر و جاه رو در ما بخوش کنه و تواضع و فروتنی ایجاد کنه آمین آیه یک قسمت دوم خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود تخت پادشاهی در اورشلیم به خاطر مرگ اوزیا خالی شده بود و اشعیا خداوند رو بر تخت پادشاهی دید اشعیا مسیح رو در جلال کاملش عزیزان قبل از تجسم قبل از اینکه به جهان بیاد در اون جلال کاملش بر تخت نشسته دید در آن قدس آسمانی عیسی مسیح خداوند قبل از تجسم همچون که یوحنا در جزیره پتموس عیسی رو ملاقات کرد اشعیا هم او رو ملاقات کرد او نشسته او را نشسته دید دلالت بر اینه که او نشسته بر همه چیز در آرامی حاکمیت داره حاکمه خدا در قلم آسمانی خودش به بمبست نرسیده عزیزان خدا در اون حاکمیت خودش هیچ وقت درمانده نمیشه او صاحب اختیاره او سلطنت میکنه برای همین زیباترین آیه در مکاشفه باب 19 آیه 6 که میگه شنیدم چون آواز جمعی کسیر چون آواز آبهای فراوان چون آواز رعتهای شدید که میگفتن خداوند خدای قادر مطلق سلطنت گرفته است آمین و چقدر حماقت محسه که ما به گونه ای رفتار کنیم که خدا رو زیر سوال ببریم نیست چرا این اتفاق برای من افتاد من بارها کردم چرا جواب دعاهای من ندادی چرا باید تو این تجربه بیافتم؟ از ما نیاز داریم هر از گاه یه گفتار رک و بی پرده ای رو بشنویم که در هر شرایطی حق با خداست آمین خدای قادر مطلق بالاترین قانون گذار بوده هست و خواهد بود آمین در دانیال باب چهار آیه سی و پنج میگه او بر وقف وخ، اراده خودش عمل میکنه کیست که دست او رو باز داره کیست که به او بگه تو چه میکنی قسمت سوم از آیه یک دامن ردایش معبد را پر ساخته بود داره از عظمت لباس شاه شاهان سخن میگه از تا تاجگذاری پادشاهان و ملکه ها رو دیدیم و عاشقشم تا این فیلم سهشنبه ها شروع میشه که ساعت هشت و روبه نیست فیلمیه که فقط تو دربار و پادشاهی و تاجگذاری رو نشون میده آلبرت منو صدا میکنه تا آخر میخه لحظه به لحظه این جلال و جبرود میشن چطور اون مانتل های پر از عظمت چطور لباس های ترازار ملکه ها و پادشاهان تمامی اون صحن و فضای کلیسا رو پر کرده و افرادی پشتش رو گرفتن حالا اینجا عزیزان در جایگاه پرستش داره میگه دامن خدا سراسر قدس آسمانی رو پوشونده چی میخواد بگه عزیزان نمادی از شکوه و زیبایی خداست خدا زیباست خدا زیباست نه فقط در آسمان هرکه در روی زمین شکوه و شوکت و زیبایی او به هزاران شکل قابل رویته نوشته شده بود که ماهیانی هستن در عمق ظلمت در عمق تاریکی دریا که نور از خودشون میتابونن ماهیایی که شبتابن و انگار که در چانه اونها یه فانوس یه چراغی روشنه چقدر زیباست نیست یکی دو بار خودم دیدم در این فیلم ها در اون عمق تاریکی نور این ماهی ها کی اینا رو کدوم فکر زیبایی اینا رو خلق کرده رنگ های زیبای پاییز جلوه دیگه از زیبایی خدا رو داره نشون میده نیست جهش های عزیزان ناگهانی اون سمور های زیبا و هوشمند که من عاشقشم دقایق خیلی زیادی فقط میستم با اینکه خیلی چیزا رو توجه نمی بی ولی عاشق این موجودات هم چطور خدا اینا رو خلق کرده چطور اینا این قد با این زیبایی میجهند؟ اگر جهان هستی این چنین قرق زیباییه از چقدر بیشتر آسمان خدا مزمور نوزه میگه آسمان جلال خدا رو بیان میکنه و فلک از عمل دستاش سخن میگه روز سخن میگه تا روز شب معرفت و شناخت خدا رو اعلام میکنه تا شب و آیه دو و صرافین بالای تخت ایستاده بودن و هر یک از آنها شیش بال داشت با دو بال از آنها روی خود را می پوشندن. با دو بال از با دو بال دیگه پاهای خود را می پوشندن. و با دو بال دیگه این ورونور ور پرواز می کردن عزیزان. این آیه ها وقتی نگاه میکنی فکر میکنی نه تنها تصاویر رو به ذهن ما منتقل میکنه پردازش میکنه عزیزان بلکه زبان بدن داره و نمیشه آسون از کنار اونا گذشت تنها جایی که در کتاب مقدس صرافین رو میبینیم اینجاست با دیدن اقتدار شکوه جلال زیبایی خدا شروع به تکریم و پرستش خدا میکنن ماهیت موجودات این موجودات بالدار و پرستش اونا بسیار عجیبه. با دو بال چهره خود را میپوشندن. در حضور بیواسطه خدا. انقدر این چهره نورانی بود. انقدر درخشان بود که اونا نمیتونستن نگاه کنن. تاله شده به آفتاب خیره بشیم. سر زور حتما کور میشیم اگه خیره بشیم اونا چشمای خودشون رو میپوشوندن که نه تنها ناشایستگی خودشون رو ابراز کنن بلکه چهره پر جلال خدا اونا رو نمیتونست نمیتونستن دووم بیارن و با دو بال پاهای خود رو میپوشوندن پاها نشانی از آن مخلوق بودنه و پوشاندن پاها نشانی از فروتنیه در خروج یادتونه باب سه آیه پنج وقتی موسا در زمین مدیان در اون بطه آتش خداوند رو ملاقات میکنه خداوند میگه موسا کفشای خود رو از پای خود بیرون بیار در این زمین مقدس چرا؟ چون فاصله بین مخلوق و خالق نمایان بشه مشخص بشه آیه هر یک از آنها به دیگری ندا در داد و می گفت خدوس 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 از خداوند لشکرها تمامی زمین از جلال او مملو است وقتی به اینجا میرسیم عزیزان متوجه میشیم چیزی که باید مرکز توجه ما باشه و از اهمیت خاصی برخورداره نه ساختار عجیب فرشتگانه بلکه پیامی که با اون قدرت ابلاغ میکردن یکی دیگری را صدا میکرد قدوس 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 خداوند لشکرها و دسته دیگری از لشکریان آسمان اعلام میکردن زمین از جلال او پر است میتونید تصور کنین عزیزان خدا قدوسه خدا قدوسه وقتی به این واژه میرسی انگار از مرز دنیا خارج میشی من فکر میکنم وقتی از قدوسیت خدا صحبت میکنم ما انسان ما انسان محدود به یه پشت در بسته میرسیم و از اونجا به بعد گفتن از قدوسیت خدا ماورای گفتار ماست ماورای کلام انسانیه تصور کنین عزیزان مخلوقات پرقدرت مخلوقاتی پرهیبت که در درخشندگی و قدرت اونا انسان رو میترسونه در طول کتاب مقدس هر جا که این فرشتگان دیده شدن انسان به رو افتادن فرشتگانی که مانند ما گناه نمیکنن در مقابل خدا فقط تاکیدشون روی قدوسیت خداست اونا نمی گفتن عدالت ادالت ادالت محبت 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 رحمت 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 قذب 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 همه اینا درسته بلکه قدوس قدوستر قدوسترین اونا اعلانشون روی یکی از وارثترین صفت خدا بود یکی از ماهیت حقیقی خدا که حتی محبت و تمام صفات اخلاقی خدا قدوسیت خدا نشعت میگیره یکی از بزرگترین ویژگی اصلی خدا قدوسیت خداست بازو قدرت خدا قدرت خدا رو نمایان میکنه نیست دانش خدا از حکمت او داد سخن میگه وفاداری او امین بودن او از تغییر ناپذیری او سخن میگه اما قدوسیت او او رو همون طوری که هست نمایان میکنه یعنی هر چی که سعی کنیم در آخر فقط میتونیم بگیم خدا قدوسه چی میتونیم بگیم مثل یهوه قدوسی نیست خدایی نیست مثل یهوه فقط اینجا میتونیم به ریشه کلمه قدوس نگاهی بکنیم یعنی قطع شدن یعنی جدا بودن یعنی متفاوت بودن در کلام خدا ما ثبت مقدس داریم امت مقدس داریم دست های مقدس داریم کتب مقدس داریم ایمان مقدس داریم وعده های مقدس داریم زنان و مردان مقدس داریم بوسه های مقدس داریم مقدس یعنی چیزی یا شخصی که مقدس میشه از کاربرد استفاده عموم خارج میشه و به یه هیته غیر زمینی وقف و سرسپرده میشه قبلا گفتن نظیر است این شخص نظیر است یعنی وقف شده سرسپرده شده باید جدا بشه از خیلی چیزها با این تعاریف ناخانا عزیزان با این تعاریف نامحدود با اون تعاریفی که اصلا نمیتونه حق مطلب رو ادا کنه خداوند باید از چه چیزی جدا بشه تا مقدس باشه خدا از هر چیزی که مقدس نیست جداست مثل یهوه قدوسی نیست عزیزان هر زمان کلیسا در درخشانترین حالت خودش بوده وقتی بوده که بیشترین احترام به قدوسیت خدا گذاشته شده هر زمان که کلیسا در ضعیفترین حالت خودش بوده و رو ها پر شده از افرادی که تولد تازه نداشتن زمانی بوده که کلیسا از اهمیت قدوسیت خدا قافل شده و زمانی که لشکریان آسمان با اون مانور آسمانی با اون رزمایش پرشکوه آسمانی در حضور شاه شاهان به این ور, ور می پریدن من وقتی اینجا رو می خونم یاد اون هواپیماهای جنگی اون منور نظامی زمانی که شاهنشاه آریامر بود یادتونه میگفتن من بچه بودم میشنیدم پدرم یه موقع میگفتش که امروز میخواد دیوارهای صوتی شکسته بشه من نمیفهمیدم هنوزم نفهمیدم نمی یعنی چی ولی نگاه وای میستادم شب بشه یعنی چی دیوارهای صوتی میخواد شکسته بشه در حضور شاهنشاه آریامر میشستم پدرم که اصلا پلک نمیزد که کی شروع میشه این ها با یه مانوری یک حالتهایی میرفتن میآمدن انگار کوک شده بودن و در یک لحظه در یک فاصله یک سانتی از بغل هم عبور می‌کردن با سرعت بالاتر از صوت. در اون موقع صدایی مثل یه ساعقه میآمد که انگار آسمان و زمین میلرزید یادمه وقتی فیلم رو نگاه میکنم بعضی از این تماشاچیها که نزدیک بودن اونجا گوشهای خودشونو میگرفتن و میگه اینجا اساس آستانه از آواز آنها از رزمایش آنها که صدا میکردن میلرزید و خانه از دود پر شد یکی دیگر های بیزوال خدا اینجا آشکار میشه خدا پرجلال است آمین خداوند زنده است خداوند سلطنت میکنه خدا زیباست خدا قدوسه و خدا پر جلاله آمین. عزیزان جلال خدا مکاشفه قدوسیت خداست وقتی ذره قدوسیت خدا نمایان میشه جلال خدا حس میشه دیده میشه خدا وقتی میگیم پر جلاله جلال چه جلالی بود تو کلیسا یعنی چی یعنی قدوسیت خدا عیان شده آشکار شده آمی انگار صرافین با اون تصاویر زیبا با اون زبان بدنی پرقدرت با اون حرکات مهیج بالها که مثل اون هواپیماهای جنگی بود اون صدای مهیب قدوس قدوسه قدوسرین خدا رو به جایی میرسونن که پرده رو کنار میزنه و از مخفیگاه خودش بیرون میاد و جلال خودش رو آشکار میکنه آمین داره عزیزان نمیدونم زائقه روحانیتون یه سر سوزن تحریک شده اینا رو ما ایمان داریم قادریم بچشیم موجودات روحانیم عزیزان ولی متاسفانه ما از پایین انقدر مشغول امورات جزئی پیش پا افتاده هستیم جلالی که در خلقت اوز خیلی موقع خودمت ندیدم چه برسه به جلال خدا همه ای ما مانند این مردی هستیم که سوار درشکه میشه میخواد بره خارج از شهر جلال ستاره ها رو ببینه ولی بالای سرش یه فانوسی چراغ روشنه نیست؟ تا موقعی که این نور مصنوعی بالای سرشه میتونه جلالی ببینه نور ستاره ای رو ببینه باید بادی بوزه نیست این چرا خاموش بشه در نام عیسی مسیح باید بادی بوزه و فانوس خاموش بشه اگر روح القدس به عزیزان و چراخهای زمینی ما رو خاموش کنه چه بسیار افزونتر جلال خدا رو خواهیم دید چه بسیار با شادی و افتخار او رو پیروی خواهیم کرد اون روز خواهد رسید که روح القدس بدمه روح القدس بوزه و تمام اون جلال کاذب رو خاموش کنه تا جلال و شکوه و شوکت و زیبایی او بر هر مخلوق فروتن و افتاده دلی نمایان بشه اون روز بسیار نزدیک هستن اون روز بسیار نزدیک اما نیازی نیست که تا اون روز صبر کنیم چون خود خدا و کتاب ارمیا باب 29 آیه 12 میگه مرا خواهی طلبید و چون مرا با تمامی دل به ما مرا خواهید یافت باور میکنین به این وعده گرانبهای خدا اگه امروز هم خودمون رو فروتن بسازیم و مشتاقانه در پی ملاقات او باشیم او زائقه روحانی ما رو تقویت میکنه عزیزان او زائقه روحانی ما رو برمیانگیزه تا مثل اشعیا تمی عمیقتر ملاقاتی تازه تر از این چشمه های بی خدا که در ذات اون پایان ناشدنیه تجربه کنیم بچشیم اون وقتی که خدا در مرکزیت زندگی ماست اون موقع است که همه چیز قرار میگیره اون موقع است که وارد یه اعتماد عجیبی در هر شرایطی نسبت به خدا میشی مرا خواهید طلبید چون مرا به تمامی دل به طلبید خواهید یافت از اون بیاییم با هم دعا کنیم آمین سرهای خودمون رو خم کنیم چقدر عالیه خداوند چقدر عالیه که در این همه ناپاکی و اوریانی روحانی تک تک ما کسی هست کسی وجود داره که تماما تمام وجودش قدوسه و ما به خاطر خون عیسی میتونیم نزدیک تخت رحمت او نزدیک تخت فیض او بشیم تا این همه زیبایی رو جلال رو قدوسیت رو به خصوص زنده بودن تو رو ای خدا من که چقدر ما ترسای از ما دل های ما نگرانی های ما آزاد کنه بچشیم رول قدوس به تو احتیاج داریم در این لحظه اگه تو مداخله نکنی اگه تو خدا من این انسانی رو از چشم ما بر نداری دوباره این پیام هم فقط وارد ذهن ما میشه خدا من. فقط وارد ذهن ما میشه و ما فقط میشنویم خوشمون میاد پدر جان ولی هیچ تجربه شخصی با تو نداری ای رول قدس امداد کن ای رول قدس به میان بیا نکنه اون روزی بیاد که صدای تو رو بشنویم که بگی از من دور شد چون تو رو نمیشناسم چون تو من رو ملاقات نکردی چون در پی وجود من نبودی در پی شناخت من نبودی ای روح القدس دعا میکنم دلی تو به و مشتاق به تک تک ما بدی که به عنوان فرزندان ای خدا من مشمول فیض تو بشیم که مثل اشعیا خدا من چشمه بی زوال تو رو اندک حداقل خداوند با اون آشنا شیم و مثل صرافین خداوند تو رو با شادی و با افتخار بپرستیم خداوند کلیسا تو در این زمانها خداوند چشمای ما رو چشمای نه کلیسا منم هستم من بیشتر خداوند باز کن بیداری روحانی بده تا قدوسیت تو بر ما آشکار بشه خداوند چون کلیسای خداوند کلیسا عروس خداوند که تو به زودی میای کلیسای پر جلال خود تو میخوای ببری روی پایه های خداوند قدوسیت بنا شده به دستای تو میسپاریم خداوند، هم تو میدونیم خداوند نمیخوایم با تلاش خودمون با بالهای خودمون به سوی تو پرواز کنیم خداوند اصلا غیر ممکنه حتی اگه زمانهای ذره هم محبت تو بوده اونم فیض تو بوده فقط و وظیفه ما اینه که سر سپرده و مشتاق باشیم از تو بطلبیم و بخوایم که تو رو ملاقات کنیم و تو رو بشناسیم وارد عمقهای تو بشیم کمی عمیقتر به تو نزدیک بشیم چون در نام عیسی مسیح خداوند دعا کردیم و همه با هم میگیم آمین از اون سرودی با هم گوش میدیم